سلام با گفتگوی اختصاصی امشب خوش آمدید. جنوا کال نهاد هماهنگ کننده سی‌وی‌سی در هفته گذشته میزبان هیئت بلندپایه از دولت افغانستان بود. هیئتی که قلندر عباد سرپرست وزیر وزارت سعدامه آن را ریاست می کرد. به نظر می رسد با نشست ناروی دروازه های تازه در روابط دیپلماتیک افغانستان و جهان و ویژه با غربی ها باز شده است. اما عکس انتظارها در این نشست خواستهای زیاد سوی جامعه جهانی مطرح نشد. نمایندگان دولت افغانستان هم تعهد با نمایندگان غربی در نشست جنوا کال ندادند. اما این نهاد چرا نشست را با این مهمی میزبانی کرد در حالی که یک اعلامیه کوتاه از آن بیرون آمد؟ اصل هدف برگزاری این نشست چه بود؟ بیشتر در این مورد بحث داریم با آقای الن دلتروز، رئیس سازمان جنوا کال در سوئیس. آقای دلتروز، تشکر از فرصتی که گذاشتین. در نخست میخواییم بپرسم که اگر ممکن است در رابطه با جنوا کال برای ما معلومات بدین و اینکه سازمان در چه بخشهای فعالیت میکنه و در کنار از او چرا به مسائل افغانستان علاقه‌مند شده است؟ تشکر از شما، سلام به شما و بیننده های شما و شنونده های شما. جنوا کال یک نهاد بین المللی است که در جنوا مستقر می باشد. هدف اساسی ما تلاش برای انطباق با قوانین جهانی انسانی است تا بتوانیم با تمامی بازیگران موجود در ارتباط باشیم و هدف نهایی ما حفاظت از اشخاص ملکی با آگهی دهی از الزامات حقوق بشری در میان مردم عام و رهبران محلی است. Armed people and local community leaders. Okay. So you said Geneva. ممنون. شما گفتین که جنوا کال یک نهاد کمک کننده و دفاع از حقوق بشری است. حالا سوالی است که همچه یک نهاد که برای حقوق بشر کار میکنه، چطور میتونه جلسه ای را ترتیب بده و اشخاص را دعوت کنه که چند پیش تمام اونا در لست سیاه دنیا بوده؟ Well, because this is our mission, we are in all the conflicts of the world. Geneva Call is meeting with. خوب به خاطر که این مأموریت ماست. در تمام منازعات جهانی جنوا کال این کار را انجام می‌دهد. ممکن در بعضی از مواقع این گروه‌ها در لیست سیاه باشند و در بعضی مواقع گروه‌های غیر قانونی در داخل کشور باشند. ما صحبت‌های انسانی را که جنوا کال با اینها انجام می‌دهد به معنای به رسمیت شناختن این گروه‌ها و یا بیرون شدن آنها از لیست سیاه نیست. باید بگویم که اینها مأموریت ماست تا با تمام بازیگران در صحبت باشیم. این صحبت‌های ما تصویر حقوقی آنها را تغییر نمی‌دهد. ما روزهای گذشته میزبان هیئت امارت اسلامی در جنوا بودیم، اما با آنها صحبت‌های سیاسی نداشتیم و یا هم در مورد به رسمیت شناختن آنها. جنوا کال در این موارد نمیتواند تصمیم گیر باشد. پس هدف از برگزاری این نشست چه بود؟ آژندای برنامه چه بود؟ و چه موارد با هیئت امارت اسلامی بحث شد؟ Well, first of all, Geneva Call has been working in Afghanistan for years. خب، اول از همه جنوا کال سال هاست که در افغانستان کار می کند و با بازیگرهای مختلف مشمول امارت اسلامی در ارتباط بوده است. ما آنها را به جنوا دعوت کردیم، موردی که با بسیاری از گروه های به رسمیت شناخته نشده انجام داده ایم تا سه مورد عمده را بحث کنیم. موضوع اول ماین های زمینی بود که تا امروز از مردم افغانستان قربانی می گیرد و موضوع مهم است. موضوع دوم حفاظت از سیستم صحی بود که چطور می توانیم شفاخانه ها را در افغانستان زنده نگه داریم و چطور کارکنان صحی به شمول کارمندان زن می توانند کارهایشان را ادامه دهند، و موضوع سوم فعالیت و نگذاشتن موانع برای کار تمامی نهادهای امدادرسان بود. Unimpeded access for all humanitarian organizations in the zones of the country that need their help. And what was the reaction of جواب هیئت امارت اسلامی در این موارد چه بود؟ And what was their answers?
We have been able to have a very clear discussions with them on all these topics, and without any taboo, Geneva Call is an organization that speaks. ما موفق شدیم که در رابطه با تمام موارد با آنها صحبت کنیم. جنیوا کال از جمله نهادهایی است که می تواند موضوعها را به گونه حقیقی ارائه کند. هیئت امارت اسلامی تقریبا از این موارد آگاه بودند و با ما یک جا خواستند راه حل به خاطر این موارد پیدا کنند. این که هدف ما ساختن نرم‌های انسانی است، توانستیم با تفاهمات با هیئت نیز برسیم. هدف دوم این جلسه برای ما این بود که بتوانیم سکوی جنیوا کال را برای دیگر نهادهای بین المللی بشری بدهیم تا بتوانند برای مشکلات و نیازمندی هایی که وجود دارد همکاری کنند. خوشبختانه این فرصت مهیا شد و هیئت توانستند که با این نهادها برای حل معضلات گفتگو کنند. یکی از این نهادها کمیته بین المللی صلیب سرخ بود و در کنار آن سازمان صحی جهان. But you've seen that two of these big agencies have said publicly that they met the delegation. One was the ICRC and the other one was the WHO, that is the World Health Organization. به عنوان یک نهاد بشری چقدر در مورد وضعیت افغانستان نگران هستیم؟ بسیار زیاد. یکی از موضوعات مهم که ما بحث کردیم دقیقاً گسترش فقر در افغانستان بود. حدوداً 23 میلیون افغان در حال حاضر زیر خط فقر هستند. این واقعاً یک وضعیت نگران کننده است. نه تنها برای جنیوا کال، می توانم بگویم برای تمام نهادهایی که به نحو دخیل هستند. بله، نشست که چند روز پیش تمام شد، آیا این ختم این نشست بود و یا ممکن است که در شکل خودش ادامه داشته باشد؟ خب، هدف از این نشست در جنیوا این بود که هیئت از کابل بیرون شوند و در یک کشور پیشرفته تر در رابطه به مشکلات بحث کنند. این کار است که ما بارها انجام دادیم، اما این بار بازتاب جدی از طرف رسانه ها داشت. خب من برای هیئت گفتم که پلان دارم به کابل بیایم و بیشتر در رابطه به موارد بحث کنیم تا یک بازبینی باشد برای تفاهماتی که ما در اینجا به امضا رسانیدیم و ببینیم که چقدر پیشرفت صورت گرفته است دقیقاً بعد از نشستی که در جنیوا داشتیم. درست، در آخر جلسه یک بیانیه مشترک از سوی هیئت امارت اسلامی و نهاد جنیوا کال پخش شد. محتویات عمده ای قطعنامه چه بود؟ I would say we had basically six points in the statement that we could agree upon together and that was signed by باید بگویم که ما شش مورد عمده در این بیانیه داشتیم که هر دو طرف به توافق رسید و آن را به امضا رسانیدیم. مهمترین مورد آن این بود که بتوانیم کمک‌های بشری را برای افغانستان تسهیل کنیم و ضمنیت کارمندان مددرسان مطمئن شویم. سوم موردی که در طول سه روز توانستیم در مورد آن به تفاهم برسیم در مورد زنده ماندن سیستم صحی و فعال بودن شفاخانه ها مشمول ادامه کار کارمندان صحی زن بحث کنیم که به نظر من بسیار مهم است. موضوع دیگر تلاش برای پاکسازی ماین های زمینی است، کمک به قربانیان و آگاهی دهی در این مورد بود. در مجموع عمده ترین موضوعات همین ها بودند و ما امیدواریم که پیشرفت های عملی در این مورد صورت بگیرد. Is to cooperate in and undertake stockpile destruction of mine, to cooperate in mine clearance, victim assistance, and mine risk awareness. So I think these steps that are very concrete, very humanitarian, are very important, and we hope that this will mean a progress for the victims of these three issues in Afghanistan really right now. آیا کدام اشتراک کننده دیگر بدون هیئت امارت اسلامی و نهاد جنیوا کال در کنفرانس نامبرده وجود داشتند؟
Well, as I said, we provided 2 days for other organizations. خب ما دو روز را برای این اختصاص دادیم که نهادهای دیگر با هیئت امارت اسلامی دیدار داشته باشند. ما تصمیم گرفتیم که فرصت را برای آنها پیشنهاد کنیم تا خودشان بتوانند اجندایشان را ارائه کنند و مستقیما صحبت کنند و جنیوا کال کاری کرد که دروازه ها را برای گفتگوی مستقیم باز کرد. اما شما دیدین که رئیس عمومی کمیته بین المللی صلیب سرخ و رئیس سازمان صحی جهان دیدارها صورت گرفت. نهادهای دیگر هم بودند، اما این به خود هیئت برمیگشت که چه نوع ارتباط برقرار میکردند. باید بگویم که میل سازمانهای بزرگ در دیدار با هیئت امارت اسلامی واقعا قابل توجه بود. There were many other organizations, but as I said, it is their responsibility to communicate about this. But I would say that the willingness from these big agencies based in Geneva to talk with the delegation was very high indeed. Okay. خب قسمی که شما گفتین این جلسه برای کمک به بحران بشری افغانستان و همچنان کمک به افراد ملکی بود. اما سوالی است که چرا این جلسه در پشت درهای بسته انجام شد؟ این یک نوع منحصر کار جنیوا کال است. ما معمولاً دولت‌های ناشناخته به شکل دیفاکتو را دعوت می‌کنیم. ما رهبران آنها را برای گفتگو دعوت می‌کنیم. اما صحبت کردن پشت درهای بسته یک چیز پنهان نیست. اما این نوع کار بر اساس تجربه ما بیشتر می‌تواند مفید و عملی تمام شود. پیش از این که بخواهیم موضوعات را به گونه آشکار پخش کنیم. That it allows us to advance in a more quicker way than when everything is public. Okay. So how you find? شما هیئت امارات اسلامی را چگونه پیدا کردین؟ آیا آنها کسانی هستند که بتوانند دولت را مدیریت کنند یا بتوانند به مشکلات موجود رسیدگی کنند و در نهایت بتوانند افغانستان را از بحران موجود بیرون بکشند؟ این یک مقدار برای من سخت است که بتوانم سوال شما را جواب بگویم. اما چیزی که من میتوانم بگویم این است که هیئت که اینجا آمده بودند، ما توانستیم تمام مشکلاتی که به نظر ما قابل توجه است شریک کنیم. آنها نیز نظریات ما را شنیدند و حس کردیم که آنها نیز از مشکلات آگاه هستند و می‌خواهند برای مشکلات متذکره راه حل پیدا کنند. Okay, we hope so. And the other question is that the all people in Afghanistan thinks that the most problem right now. مردم افغانستان به شکل گسترده به این باور هستند که بنیاد تمام مشکلات و بحران بشری است که دنیای امارات اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد. دیدگاه شما چی است؟ چقدر با این مورد موافق هستین؟ What is your idea? Are you agree with Afghan peoples that the most problems right now in Afghanistan is the issue that the world didn't recognize the Afghanistan new government? Well, sir, this is a real political issue. It is up to the different governments of the world. ببینید، این که دولت‌ها نمی‌خوان با یکدیگر مربوط به خودشان است. اما به عنوان یک نهاد بشری من می‌خوام بگویم که افغانستان در وضعیت ناگوار قرار دارد و امکان دارد که به دلیل نبود دوا، پول و امکانات ممکن است سیستم صحی کشور از بین برود. ما از کشورها می خواهیم که موضوعات بشری را با موضوعات سیاسی خلط نکنند و دنیا باید به افغانستان بدید یک مشکل بشری ببیند، چون اینجا پول ضرورت است تا بتوانیم به بحران رسیدگی کنیم. Is a problem that should not be politicized. It is a strictly humanitarian problem. And the world has to think about this as a humanitarian problem. And money is needed in the healthcare system of Afghanistan if we want to avoid the huge humanitarian crisis that is in the making when we look at the stage in which the healthcare system is now. But what you think is the world is doing right now what you say. شما چه فکر میکنید؟ مردم افغانستان به این باور است که دنیا مخصوصا آمریکا موضوعات حقوق بشری با موضوعات سیاسی را یکجا کرده. The political issues and the humanitarian issues.
Well, that is certainly a problem, sir. But I think what we are trying to do. خب این واقعا یک مشکل است. اما پیام جنیوا کال به دنیا این است که این موارد باید جدا باشد. وقتی بحران به مقیاس بحران افغانستان وجود دارد، سازمان ملل، قدرت‌های جهان و شورای امنیت سازمان ملل نباید این موارد را سیاسی کنند. باید موضوعات سیاسی را کنار بگذاریم و به بحران توجه کنیم. به نظر شما توقعات دنیا در حال حاضر از امارات اسلامی چه چیزهایی هستند؟ این یک سوال بزرگ برای من است. اما خواست من و خواست همکاران من از امارات اسلامی این است که قدم‌های اساسی را برای تفاهماتی که در جنیوا به امضا رساندیم بردارند. And that's already an important first step. Okay. آیا کدام تعهد خاص از طرف امارات اسلامی در جلسه ای که شما میزبانی گوره باخته داشتین صورت گرفت؟ بله، یک قطعنامه را من و دکتر عباد امضا کردیم و 6 مورد مهم در آن تذکر یافته بود. 3 مورد را قبلا من اشاره کردم، اما تمامی قطعنامه همگانی شده است. من فکر می کنم که این یک دستاورد عمده این نشست بود. پولی که در حال حاضر وجود دارد و با شیوهی که سازمان ملل کمک می کند، فکر میکنین که برای بحران بشری در افغانستان کافی باشه؟ نهادهای زیاد مددرسان در افغانستان کار میکنند که اگر به امنیت کارکنان آنها توجه شود، در قسمت مهار بحران خیلی مفید تمام خواهد شد. بدون شک که وضعیت اقتصادی افغانستان بهتر نخواهد شد، اما حداقل به نیازمندی های اولیه در شرایط موجود افغانستان کمک فراوان خواهد کرد. به عنوان یک نهاد مدد رسان، یا فکر میکنین که مسیر کمک رسانی در افغانستان در راه درست روان است و میتونه که وضعیت موجود را مدیریت کنه؟ من واقعا امیدوار هستم. من میخوام مثل افغانها جواب دهم که میگوین انشاءالله، اما از آدرس جنیوا ما تمام تلاش خود را میکنیم تا بالای دنیا فشار بیاوریم که مسیر بر راه درست آن ادامه پیدا کند. ما شنیدیم که امارات اسلامی از شما خواستند که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم با دیگر نهادهای مددرسان و دولت‌ها مساعد سازید تا امارات اسلامی بتواند که جلب حمایت به شکل گسترده کند. بله، ما این کار را کردیم. ما دروازه ها را باز کردیم تا امارات اسلامی بتوانند با نهادهای دیگر صحبت کنند. اما ما نمی توانیم که از دایره کاری خود فراتر عمل کنیم. بله، قدم های بعدی جنیوا کال در افغانستان چه چیزهایی هستند؟ خب، قدم بعدی ادامه کمک های ما در ولایات افغانستان است، مثل ماین های زمینی که باید به آن رسیدگی صورت گیرد. اما شخصا برای من قدم بعدی این است که بعد از نشست در جنیوا با هیئت امارات اسلامی داشتیم، می خواهم از افغانستان دیدن کنم در فصل دوم همین سال و همکارانم را ببینم و همچنان این که بررسی کنیم از تعهداتی که در اینجا داشتیم چقدر عملی شده و پیش رفته است. بسیار تشکر آقای دلتروز از فرصتی که برای ما گذاشتین. ممنون از شما. تشکر همچنان از شما. این برای من یک افتخار بود. تشکر که وقت گذاشتید. و سپاس از شما که بیننده این گفتگوی ویژه بودید. خدا نگهدار.
Thank you.